سلام وقتتون به خیر امیدوارم حالتون خوب باشه من آرشم و اینجا استودیو دوم شارع کامپتر استودیو که اتاق کار من و خوش اومدید به سری ویدیوهای تبدیل موبایل به همه چیز این ویدیو ها من میخوام بهتون یاد بدم که گوشی موبایلمون رو به چیزهای مختلف تبدیل بکنیم و بتونیم از قابلیت های این گوشی استفاده بکنیم نریم فقط باهاش تو اینستاگرام عکس لایک کنیم و وقتمون رو به بتالت بگذرنیم یا فقط باهاش اسمس بزنیم و ایمیل بزنیم و کار شخصیمون رو انجام بدیم میخوام بتونیم از قابلیت های مختلفش استفاده بکنیم و یه ارتباط بهتری بین گوشی و کامپیوترمون ایجاد بکنیم توی این آموزش که اولین ویدیو از سری آموزش های تبدیل موبایل به همه چیز هستش قرار گوشیمون رو به کیبورد و موس کامپیوتر تبدیل کنیم با من همراه باشید از این به بعد ویدیوهایی که از من میبینید قرار تصویرم هم اینجا باشه پس دیگه سعی میکنم اینجوری ویدیو بگیرم که یه ارتباط بهتری با هم دیگه بتونیم برقرار بکنیم برای اینکه بتونیم گوشیمون رو به موس و کیبوردمون تبدیل کنیم موس که نه بیشتر تاچپد لپتاپ مانند تبدیل بکنیم یا مثل ترکپد اپل میتونیم از این سایت به اسم مونکت استفاده بکنیم چجوری؟ یه نرم افزار باید روی گوشیمون بگیریم یه نرم افزار هم باید روی لپتاپ، کامپیوتر یا اون سیستمی که ازش استفاده میکنیم بگیریم میایم به سایت monect.com یه خورده میایم پایین اینجا استپ یک نوشته دانلود کنی نرم افزار رو و نصب کن خب واسه ویندوز ده میخوام من این رو زدم اومد این فیلد شد از میرورش استفاده کردم دانلود شد و تونستم بگیرمش میرم نصبش کنم خب این فایل دانلود شده اکسترکش میکنم و همین رو اینستال میکنم تو همین زمانی که این پروسه نصب داره انجام میشه از گوگل پلی نرم افزار پی سی ریموت رو باید دانلود و نصب کنیم روی گوشیمون یا روی آیفون یا روی اندروید روی جفتش هم پی سی ریموت مونکت هست و میتونید استفاده بکنید و دانلود و نصبش کنید این پروسه نصبش داره انجام میشه حتی اگه پیداش هم نکردید توی همین سایت مونکت بیاد از اینجا میتونید به لینکی که میخواید دسترسی پیدا کنید اگر از روی گوشی آیفون میخواید استفاده کنید یا محصولات اپل از این لینک باید برید و گوگل استور یا پلی استور گوگل هم همینجا اینجا میزنید و دانلود میکنید ببینیم پروسه نصب انجام شد بله نصب انجام شد و حالا من میخوام دوربین بذارم اینجا هم صفحه گوشی ما فیلم بگیرم هم صفحه لپتاپ واسه همین دیگه تصویر خودم رو حذف میکنم اوکی؟ okay. خب ما نرم افزار پی سی ریموت رو روی کامپیوتر رو نصب کردیم و نسخه گوشی رو هم نصب کردیم نسخه گوشی رو باز میکنم این نرم افزار رو هم باز کردم و حالا میرم توی این تب آخر و اینجا به یه کامپیوتر دیگه قبلا وصل بودم من دوباره اینجا کانکت رو میزنم خب از اینجا سه تا انتخاب مختلف به میده و یه سری لوکال پیسی رو شناخته با وای میتونید وصلشید میتونید مستقیما کابل گوشیتون رو وصل کنید من الان کابل گوشیم وصله ولی داره شارژ میشه به شارژر هم وصله نه به کامپیوتر و میتونید با بلوتوس وصلشید من پیشنهادم اینه از همون سیستم وای فای استفاده کنید و میتونید به واسطه این لوگو اینجا کیو کدی رو اسکن کنید حالا من یه نکته رو سر این کیو بهتون میگم الان میخوام ببینم اسم کامپیوتر من کدوم ایناست که من با اسمش وزشم توی پی سی اینجا رو وقتی روی ستینگ بزنید پی سی نیم رو اینجا زده آیو نوه نوشته رو. خب من اینجا کدوم سیستمم آیو نوه این آیو نوه میزنم و میرم توی این تاچ پد میبینم که اونجا موسم داره کار میکنه ولی بعد چند ثانیه احتمالا سیستم قطع میشه اینجوری میبینید دیگه موس من کار نمیکنه هر چقدر من دارم این رو قد... و حرکت میدم یه باگیه که این نرم افزار داره برمیگردم اینجا دیسکانکت رو میزنم دوباره میزنم کانکت کنه اما این بار دیگه نمیام از همین کامپیوتر رو انتخاب کنم میام بارکد رو میزنم که بخونه و اینجا روی کامپیوتر هم میام توی این استاتوس اینجا جنریت کیو کود کد رو میزنم و کیو کود کد رو که اسکن کنم دیگه اون مشکل قطعی رو نخواهم داشت یعنی بعد چند ثانیه سیستم من قطع نمیشه و میتونم همه جا هر کاری که میخوام بکنم این سیستم واسه یه چیزه واسه یه کار کردن با موسش این بالا الان من میخوام تایپ کنم یه چیزی این بالا میبینید یه لوگوی کیبورد داره من لوگو کیبورد رو که بزنم این پایین کیبورد من باز میشه و میتونم توی کامپیوتر بنویسم الان من مثلا میخوام بنویسم چهار راه کامپیوتر computer.com خب و اینتر رو میزنم یعنی گوشی من تبدیل شد به موس و کیبورد دیگه لازم نیست از موس و کیبورد کامپیوترم استفاده کنم این موسم هر جا میخوام میبرمش هر کاری میخوام میکنم اینجا هم میزنم دوباره مثلا بتونم تایپ کنم مینویسم آرش کاویانی خب واسه کسایی که میگن ما با موس و کیبوردمون خیلی راحت میتونیم با کیبورد گوشیمون خیلی خوب میتونیم تایپ کنیم این روش خیلی خوبیه که میتونید یه داکیومنت ورد باز کنید مثلا اینجا من میام یه ورد باز میکنم می نویسم ورد خب ورد رو آورد اینجا میام اوپنش میکنم یه بلنک داکیومنت این رو بزرگ میکنم خب حالا یه خورده فونتشو رو تغییر بدم ببینید همه کارا رو میتونید با همین انجام بدید بزرگتر و راست چین شروع میکنم کلمات فارسی با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه بینندگان کانال یوتیوب یه سری نوشته خب اون درست نوشته من وقتی داشتم تایپ میکردم اشتباه نوشتم شما وقتی اینو دارید تایپ میکنید دیگه باید چشتون اونجا باشه یه سری محدودیت ها اینجوری داره دیگه و میتونید یه سری کارهای اینجوری انجام بدید و این نرم افزار یه نرم افزار فوق العاده جالب و جذابه و میتونید باهاش کارهای مختلف بکنید گزینه‌های مختلف هم اینجا داره مثلا روی این وب بزنید اگه توی محیط براوزر باشید دیگه لازم نیست مثلا یه سری از چیزا رو بزنید این هوم رو بزنید برمیگردونه صفحتون رو به صفحه هوم بروزرتون این سرچ باکس رو که بزنید اونجا سرچ گوگل می نویسه و میاره که براتون سرچ کنه با این گزینه میتونید یه لینکی رو فیوریت کنید و رفرش داره دیگه لازم نیست یه کاری رو خودتون چی کنید بک و فوروارد داره و زبدر میتونید کلا پاک کنید و یه سری قابلیت ها میده توی نرم افزار پاورپوینت هم همینطور پاور رو که بزنید اینجا گزینه های مختلف آورده اسلیپ هایبرنیت شات داون ریستارت و مثلا لاک رو میزنم میگه مطمئنی میخوای لاک کنی میگم آره و کامپیوتر لاک شد یه دونه موس میزنم اینجا از من پسوردم رو میخواد من پسوردم رو میزنم و اینتر میکنم میره تو اوکی به همین سادگی میتونید مثل کنترل یعنی الان کنترلر کامپیوترتونه دیگه همه چیزو به جز مانیتور دارید و قابلیت های جذاب دیگه هم در ادامه توی ویدیوهای بعدی تو گزینه های بعدی بهتون معرفی میکنم الان مثلا این سه گزینه رو بزنید این سه نقطه رو بزنید اینجا میتونید ماشین حساب بیارید بالا یه چیزی بنویسید عدد بنویسید ناملاک یعنی آره بخش ناملاک کیبورد رو بهتون میده یا خیلی گزینه های دیگه کافی یه خورده توش بگردید و فضاهای مختلفش رو پیدا کنید تا خیلی قابلیت های جذابش رو پیدا کنید و بتونید استفاده کنید من قرار همه این قابلیت ها رو بهتون معرفی بکنم هم توی این نرم افزار هم به واسطه خیلی از نرم افزارهای دیگه اوکی این فکر میکنم گزینه بعدیه این که بتونیم گوشیمون رو تبدیل بکنیم به چی؟ حدس میزنید به این توی این ویدیو یاد گرفتیم چجوری گوشیمون رو تبدیل به موس و کیبورد برای کامپیوترمون بکنیم ویدیو بعدی گفتم قرار تبدیل به چی بشه؟ به گیم پد کامپیوتر شما فکر کنید می‌خواید فیفا بازی کنید و دسته ندارید میخواید یه جوری گوشیتون رو تبدیل به دسته بکنید و بتونید باهاش بازی کنید و ازش استفاده بکنید تو ویدیو بعدی همراهمون باشید این رو بهتون آموزش میدم فعلا